دوستان از سوی دیگر، کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید میکنه که برای جلوگیری از فعل بچه‌بازی در قانون جزایی کشور باید مجازات در نظر گرفته شود. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل از تمام ارگان‌های دولتی و مردم خواست که به خاطر از بین بردن این عمل در کشور با آنان همکاری شود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان به هدف تهیه گزارش در مورد عواملی که اطفال به بچه‌بازی مجبور ساخته می‌شوند، مجلس استماع عامه را به اشتراک نمایندگان ارگان‌های دولتی و مدنی برگزار نمود. در این گردهمایی امروز تصویر ویدیویی کوتاه به نمایش گذاشته شد که در آن یک کودک بعد از ضرب و شتم مجبور به رقص می شود و کودک در حال گریه به رقص ادامه می دهد. به گفته یه خانم سمر، یک تعداد افراد بلندپایه دولتی نیز در مجالس بچه‌بازی حضور داشته اما هیچگاه محاکمه نشدند. به گفته یه مسئول حقوق بشر افغانستان، در چنین رویدادها حتی پسران مورد خرید و فروش نیز قرار می گیرند. اما آله چی؟ او آدم میگه که 5-6 تا بچه خود همه گیام راه را برش باز میکنن، در صدر مجلس هم میشنن، در جای بالاتر هم میشنن، رضای خوب و ویای اول پله هم در خدمت همه آدم قرار میگیرن و این بسیار وحشتناک است. با او خاطر است که اگر جلع بدی گرفتن شه، این همین سکل از این دوران از این تداوم پیدا میکنن. از سوی دیگر، آمنه افضلی وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید که اطفال در کشور حداقل با 23 نوع خشونت مواجهند. به گفته ای وی، وزارت کار امور اجتماعی با راه اندازی پروژه های گوناگون در 32 ولایت افغانستان از سال 2007 به این سو حداقل 14,000 طفل را که مواجه با انواع خشونت بودند حمایت کرده است. خانم آمنه افضلی میگوید عمل بچه‌بازی باید در قوانین جزایی افغانستان جرم شناخته شود. اشتراک کنندگان در مجلس استماع امروزی نیز گفتند که جنگ های چند دهه گذشته، فقر، عدم رسیدگی والدین به فرزندان و مصارف بیش از حد عروسی ها از جمله عوامل افزایش بچه‌بازی در افغانستان گردیده است.